به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام را، آن آیات کتاب آشکار است. ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید و بیندیشید. ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتیم. به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: پدرم، من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند. گفت: فرزندم، خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی می کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است و این گونه پروردگارت تو را بر می گزیند و از تعبیر خوابها به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می کند، همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. به یقین پروردگار تو دانا و حکیم است. در داستان یوسف و برادرانش نشانه‌های هدایت برای سوال کنندگان بود. هنگامی که برادران گفتند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدر از ما محبوب ترند، در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم، مسلماً پدر ما در گمراهی آشکاری است. یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید و توجه پدر فقط به شما باشد و بعد از آن از گناه خود توبه می کنید و افراد صالحی خواهید بود. یکی از آنها گفت: یوسف را نکشید و اگر می خواهید کاری انجام دهید، او را در نهانگاه چاه بیفکنید تا بعضی از قافله‌ها او را برگیرند و با خود به مکان دوری ببرند. و برای انجام این کار برادران نزد پدر آمدند و گفتند: پدرجان، چرا تو درباره برادرمان یوسف به ما اطمینان نمی کنی در حالی که ما خیرخواه تو هستیم؟ فردا او را با ما به خارج شهر بفرست تا غذای کافی بخورد و تفریح کند و ما نگهبان او هستیم. پدر گفت: من از بردن او غمگین می شوم و از این می ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید. گفتند: با این که ما گروه نیرومندی هستیم، اگر گرگ او را بخورد ما از زیانکاران خواهیم بود و هرگز چنین چیزی ممکن نیست. هنگامی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند وی را در مخفیگاه چاه قرار دهند، سرانجام مقصد خود را عملی ساختند و به او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از این کارشان با خبر خواهی ساخت، در حالی که آنها نمی دانند. برادران یوسف شب هنگام گریان به سراغ پدر آمدند. گفتند: ای پدر، ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اساس خود گذاردیم و گرگ او را خورد. تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد، هر چند راستگو باشیم. و پیراهن او را با خونی دروغین آغشته ساخته نزد پدر آوردند. گفت: هوس‌های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته، من صبر جمیل و شکیبایی خالی از ناسپاسی خواهم داشت و در برابر آنچه میگویید از خداوند یاری میطلبم. و در همین حال کاروانی فرا رسید و مأمور آب را به سراغ آب فرستادند. او دلو خود را در چاه افکند. ناگهان صدا زد: مژده باد، این کودکی زیبا و دوست داشتنی. و این امر را به عنوان سرمایه از دیگران مخفی داشتند و خداوند به آن چانها انجام می دادند آگاه بود. و سرانجام او را به بهای کمی چند درهم فروختند و نسبت به فروختن او بی‌رغبت بودند، چرا که می ترسیدند رازشان فاش شود. و آن کس که او را از سرزمین مصر خرید، عزیز مصر، به همسرش گفت: مقام وی را گرامی دار، شاید برای ما سودمند باشد و یا او را به عنوان فرزند انتخاب کنیم. و این چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم. ما این کار را کردیم تا او را بزرگ داریم و از علم تعبیر خواب به او بیاموزیم. خداوند بر کار خود پیروز است، ولی بیشتر مردم نمی دانند. و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید، ما حکم نبوت و علم به او دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد. درها را بست و گفت: بیا به سوی آنچه برای تو مهیاست. یوسف گفت: پناه میبرم به خدا، او عزیز مصر صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامی داشته، آیا ممکن است به او ظلم خیانت کنم؟ مسلماً ظالمان رستگار نمیشوند. آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگار را نمیدید قصد وی مینمود. این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان مخلص ما بود. و هر دو به سوی در دویدند، در حالی که همسر عزیز یوسف را تعقیب می‌کرد و پیراهن او را از پشت کشید و پاره کرد. و در این هنگام آقای آن زن را دم در یافتند. آن زن گفت: کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند جز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟
یوسف گفت او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد و در این هنگام شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از پیش رو پاره شده آن راست میگوید و او از دروغگویان است و اگر پیراهنش از پشت پاره شده آن زن دروغ میگوید و او از راستگویان است. هنگامی که عزیز مصر دید پیراهن او یوسف از پشت پاره شده گفت این از مکر و حیله شما زنان است که مکر و حیله شما زنان عظیم است. یوسف از این موضوع صرف نظر کن و تو ای زن نیز از گناهت استغفار کن که از خطاکاران بودی. این جریان در شهر منعکس شد. گروهی از زنان شهر گفتند همسر عزیز جوانش غلامش را به سوی خود دعوت می‌کند. عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده. ما او را در گمراهی آشکاری می‌بینیم. هنگامی که همسر عزیز از فکر آنها باخبر شد به سراغشان فرستاد و از آنها دعوت کرد و برای آنها پشتی گرانبها و مجلس باشکوهی فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقویی برای بریدن میوه داد و در این موقع به یوسف گفت وارد مجلس آنان شد. هنگامی که چشمشان به او افتاد او را بسیار بزرگ و زیبا شمردند و بی توجه دستهای خود را بریدند و گفتند منزه از خدا، این بشر نیست، این یک فرشته بزرگوار است. همسر عزیز گفت این همان کسی است که به خاطر عشق او مرا سرزنش کردید. آری من او را به خیشتن دعوت کردم و او خودداری کرد و اگر آنچه را دستور می‌دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلماً خوار و ذلیل خواهد شد. یوسف گفت پروردگارا زندان نزد من محبوب‌تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می‌خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود. پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بگردانید چرا که او شنوا و داناست. و بعد از آنکه نشانه‌های پاکی یوسف را دیدند تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند و دو جوان همراه او وارد زندان شدند. یکی از آن دو گفت من در خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من در خواب دیدم که نان بر سرم حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند. ما را از تعبیر این خواب آگاه کن که تو را از نیکوکاران می بینیم. یوسف گفت پیش از آن که جیره قضایی شما فرارسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که به خدا ایمان ندارند و به سرای دیگر کافرند ترک گفتم و شایسته چنین موهبتی شدم. من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند. ای دوستان زندانی من، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز؟ این معبودهایی که غیر از خدا می پرستید چیزی جز اسمهایی بی مسما که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیدید نیست. خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده. حکم تنها از آن خداست. فرمان داده که غیر از او را نپرستید. این است آیین پابرجا ولی بیشتر مردم نمی دانند. ای دوستان زندانی من، اما یکی از شما دو نفر آزاد می شود و ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از سر او می خورند و مطلبی که درباره آن از من نظر خواستید قطعی و حتمی است. و به آن یکی از دو نفر که می دانست رهایی می آود گفت مرا نزد صاحبت سلطان مصر یادآوری کن، ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد و به دنبال آن یوسف چند سال در زندان باقی ماند. پادشاه گفت من در خواب دیدم 7 گاو چاق را که 7 گاو لاغر آنها را می‌خورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده که خشکیده ها بر سبزها پیچیدند و آنها را از بین بردند. ای جمعیت اشراف درباره خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می‌کنید. گفتند خوابهای پریشان و پراکنده است و ما از تعبیر این گونه خوابها آگاه نیستیم. و یکی از آن دو که نجات یافته بود و بعد از مدتی به خاطرش آمد گفت من تعویل آن را به شما خبر می دهم. مرا به سراغ آن جوان زندانی بفرستید. او به زندان آمد و چنین گفت یوسف ای مرد بسیار راستگو، درباره این خواب اظهار نظر کن که 7 گاو چاق را 7 گاو لاغر می خورند و 7 خوشه تر و 7 خوشه خشکیده تا من به سوی مردم بازگردم، شاید از تعبیر این خواب آگاه شوم. گفت 7 سال با جدیت زراعت می‌کنید و آنچه را درو می‌کنید جز کمی که می‌خورید در خوشه‌های خود باقی بگذارید و ذخیره نمایید. پس از آن 7 سال سخت و خشکی و قحطی می‌آید که آنچه را برای آن سال‌ها ذخیره کرده‌اید می‌خورند جز کمی که برای بذر ذخیره خواهید کرد.
سپس سالی فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و در آن سال مردم عصاره میوه ها و دانه های روغنی را می گیرند و سال پربرکتی است. پادشاه گفت او را نزد من آورید، ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی یوسف آمد گفت به سوی صاحبت بازگرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است. پادشاه آن زنان را طلبید و گفت به هنگامی که یوسف را به سوی خیش دعوت کردید جریان کار شما چه بود؟ گفتند منزه هست خدا، ما هیچ عیبی در او نیافتیم. در این هنگام همسر عزیز گفت الان حق آشکار گشت، من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او از راستگویان است. این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب او خیانت نکردم و خداوند مکر خائنان را هدایت نمی کند. من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم که نفس سرکش بسیار به بدیها امر می کند، مگر آنچه را پروردگارم رحم کند. پروردگارم آمرزنده و مهربان است. پادشاه گفت او یوسف را نزد من آوری تا وی را مخصوص خود گردانم. هنگامی که یوسف نزد وی آمد و با او صحبت کرد، پادشاه به عقل و درایت او پی برد و گفت تو امروز نزد ما جایگاهی والا داری و مورد اعتماد هستی. یوسف گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین مصر قرار ده که نگه دارنده و آگاه هم. و این گونه ما به یوسف در سرزمین مصر قدرت دادیم که هر جا میخواست در آن منزل میگذید و تصرف میکرد. ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم میبخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکنیم. اما پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند بهتر است. سرزمین کنعان را قحطی فرا گرفت. برادران یوسف در پی مواد غذایی به مصر آمدند و بر او وارد شدند. او آنان را شناخت ولی آنها او را نشناختند. و هنگامی که یوسف بارهای آنان را آماده ساخت گفت نوبت آینده آن برادری را که از پدر دارید نزد من آورید. آیا نمی بینید من حق پیمانه را ادا می کنم و من بهترین میزبانان هستم؟ و اگر او را نزد من نیاورید نه کیل و پیمانه از قل نزد من خواهید داشت و نه اصلا به من نزدیک شوید. گفتند ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد و سعی می‌کنیم موافقتش را جلب نماییم و ما این کار را خواهیم کرد. سپس به کارگزاران خود گفت آنچه را به عنوان قیمت پرداختند در بارهایشان بگذارید. شاید پس از بازگشت به خانواده خیش آن را بشناسند و شاید برگردند. هنگامی که به سوی پدرشان بازگشتند گفتند ای پدر، دستور داده شده که بدون حضور برادرمان بنیامین پیمانه‌ای از قله به ما ندهند. پس برادرمان را با ما بفرست تا سهمی از قله دریافت داریم و ما او را محافظت خواهیم کرد. گفت آیا نسبت به او به شما اطمینان کنم همان گونه که نسبت به برادرش یوسف اطمینان کردم و دیدید چه شد؟ و در هر حال خداوند بهترین حافظ و مهربانترین مهربانان است. و هنگامی که متاع خود را گشودند دیدند سرمایه آنها به آنها بازگردانده شده. گفتند پدر ما دیگر چه می‌خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازپس گردانده شده است. پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی و ما برای خانواده خیش مواد غذایی می آوریم و برادرمان را حفظ خواهیم کرد و یک بار شتر زیادتر دریافت خواهیم داشت. این پیمانه بار کوچکی است. گفت من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا پیمان مؤکد الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد، مگر اینکه بر اثر مرگ یا علت دیگر قدرت از شما سلب گردد. و هنگامی که آنها پیمان اسپار خود را در اختیار او گذاردند گفت خداوند نسبت به آنچه میگوییم ناظر و نگهبان است. و هنگامی که میخواستند حرکت کنند یعقوب گفت فرزندان من از یک در وارد نشوید، بلکه از درهای متفرق وارد گردید تا توجه مردم به سوی شما جلب نشود و من با این دستور نمیتوانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم. حکم و فرمان تنها از آن خداست، بر او توکل کردم و همه متوکلان باید بر او توکل کنند. و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمیتوانست از آنها دور سازد، جز حاجتی در دل یعقوب که از این طریق انجام شد و خاطرش آرام گرفت. و او به خاطر تعلیمی که ما به او دادیم علم فراوانی داشت، ولی بیشتر مردم نمیدانند. هنگامی که برادران بر یوسف وارد شدند، برادرش را نزد خود جای داد و گفت من برادر تو هستم، از آن چه آنها انجام می دادند غمگین و ناراحت نباش. و هنگامی که مأمور یوسف بارهای آنها را بست، ظرف آبخوری پادشاه را در بار برادرش گذاشت. سپس کسی صدا زد ای اهل قافله، شما دزد هستید. آنها رو به سوی او کردند و گفتند چه چیز گم کرده اید؟ گفتند پیمانه پادشاه را.
و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر قلده به او داده می شود و من ضامن این پاداش هستم. گفتند به خدا سوگند شما می دانید ما نیامده ایم که در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم. آنها گفتند اگر دروغگو باشید کیفرش چیست؟ گفتند هر کس آن پیمانه در بار او پیدا شود خودش کیفر آن خواهد بود و به خاطر این کار برده شما خواهد شد. ما این گونه ستمگران را کیفر می دهیم. در این هنگام یوسف قبل از بار برادرش به کاوش بارهای آنها پرداخت. سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد. این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم. او هرگز نمی توانست برادرش را مطابق آیین پادشاه مصر بگیرد. مگر آنچه خدا بخواهد، درجات هر کس را بخواهیم بالا می بریم و برتر از هر صاحب علمی عالمی است. برادران گفتند اگر او بنیامین دزدی کند جای تعجب نیست. برادرش یوسف نیز قبل از او دزدی کرد. یوسف سخت ناراحت شد و این ناراحتی را در درون خود پنهان داشت و برای آنها آشکار نکرد. همین اندازه گفت شما از دیدگاه من از نظر منزلت بدترین مردمید و خدا از آنچه توصیف میکنید آگاه تر است. گفتند ای عزیز او پدر پیری دارد که سخت ناراحت میشود. یکی از ما را به جای او بگیر. ما تو را از نیکوکاران میبینیم. گفت پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته این بگیریم. در آن صورت از ظالمان خواهیم بود. هنگامی که برادران از او مایوس شدند به کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند. برادر بزرگشان گفت آیا نمیدانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید؟ من از این سرزمین حرکت نمی کنم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا درباره من داوری کند که او بهترین حکم کنندگان است. شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید پدر جان پسرت دزدی کرد و ما جز به آن چه می دانستیم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم. و اگر اطمینان نداری از آن شهر که در آن بودیم سوال کن و نیز از آن قافله که با آن آمدیم بپرس و ما در گفتار خود صادق هستیم. یعقوب گفت هوای نفس شما مسئله را چنین در نظرتان آراسته است. من صبر می کنم. صبر زیبا و خالی از کفران. امیدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند چرا که او دانا و حکیم است. و از آنها روی برگرداند و گفت وا اسفا بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد اما خشم خود را فرو برد و هرگز کفران نمی کرد. گفتند به خدا تو آنقدر یاد یوسف می کنی تا در آستانه مرگ قرار گیری یا هلاک گردی. گفت من غم و اندوهم را تنها به خدا می گویم و شکایت نزد او می برم و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. پسرانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مایوس نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خدا مایوس می شوند. هنگامی که آنها بر او یوسف وارد شدند گفتند ای عزیز ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متاع کمی برای خرید مواد غذایی با خود آورده ایم. پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما تصدق و بخشش نما که خداوند بخشندگان را پاداش می دهد. گفت آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که جاهل بودید؟ گفتند آیا تو همان یوسفی؟ گفت آری من یوسفم و این برادرمون است. خداوند بر ما منت گذارد. هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید سرانجام پیروز می شود. چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. گفتند به خدا سوگند خداوند تو را بر ما برتری بخشیده و ما خطاکار بودیم. یوسف گفت امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست. خداوند شما را می بخشد و او مهربانترین مهربانان است. این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیاندازید. بینا می شود و همه این نزدیکان خود را نزد من بیاورید. هنگامی که کاروان از سرزمین مصر جدا شد پدرشان یعقوب گفت من بوی یوسف را احساس می کنم. اگر مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید. گفتند به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی. اما هنگامی که بشارت دهنده فرا رسید آن پیراهن را بر صورت او افکند. ناگهان بینا شد. گفت آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید؟ گفتند پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم. گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم که او آمرزنده و مهربان است. و هنگامی که بر یوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت همگی داخل مصر شوید که انشاءالله در امن و امان خواهید بود. و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت پدر این تعبیر خوابی است که قبلا دیدم. پروردگارم آن را حق قرار داد و او به من نیکی کرد. هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و شما را از آن بیابان به اینجا آورد بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد کرد
پروردگارم نسبت به آنچه می‌خواهد و شایسته می‌داند صاحب لطف است، چرا که او دانا و حکیم است. پروردگارا بخشی عظیم از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب‌ها آگاه ساختی. ای آفریننده آسمان‌ها و زمین، تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما. این از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌فرستیم. تو هرگز نزد آنها نبودی هنگامی که تصمیم می‌گرفتند و نقشه می‌کشیدند. و بیشتر مردم هر چند اصرار داشته باشی ایمان نمی‌آورند. و تو هرگز از آنها پاداشی نمی‌طلبی. آن نیست مگر تذکری برای جهانیان. و چه بسیار نشانه ای از خدا در آسمان‌ها و زمین که آنها از کنارش می‌گذرند و از آن روی گردانند. و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند مشرکند. آیا ایمن از آنند که عذاب فراگیری از سوی خدا به سراغ آنان بیاید؟ یا ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد در حالی که متوجه نیستند؟ بگو این راه من است، من و پیروانم، و با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنیم. منزه از خدا و من از مشرکان نیستم. و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل آبادی‌ها که به آنها وحی می‌کردیم. آیا مخالفان دعوت تو در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟ و سرای آخرت برای پرهیزکاران بهتر است، آیا فکر نمی کنید؟ پیامبران به دعوت خود و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند، تانگاه که رسولان مأیوس شدند و مردم گمان کردند که با آنان دروغ گفته شده است. در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد، آنان را که خواستیم نجات یافتند و مجازات و عذاب ما از قوم گناهکار بازگردانده نمی شود. در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود. اینها داستان دروغی نبود، بلکه وحی آسمانی است و هماهنگ است با آنچه پیش روی او از کتب آسمانی پیشین قرار دارد و شرح هر چیزی که پایه سعادت انسان است و هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می آورد.